سرخط خبرها رای پارلمان اروپا به درخواست تروریستی نامیدن سپاه شولز روسیه باید شکست بخورد تا جنگ پایان یابد منابع انرژی ما تامین شده است پوتین عملیات ویژه نظامی با هدف پایان جنگ در حال انجام است سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید رأی پارلمان اروپا به درخواست تروریستی نامیدن سپاه پارلمان اروپا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه ای از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست که سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. پارلمان اروپا به اصلاحیه لایحه ای رأی داد که در آن درخواست شده است سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا افزوده شود خود لایحه قرار است در نشست روز پنجشنبه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد و برای آن رای گیری شود مصوبه روز چهارشنبه پارلمان اروپا با 598 رأی مثبت، نه رای منفی و 31 رأی ممتنه به تصویب رسید. این رأی الزام آور نیست ولی ممکن است راه را برای نهایی کردن تصمیم قرار دادن سپا در لیست تروریستی اتحادیه اروپا که باید در شورای اروپا گرفته شود هموار کند. شولز روسیه باید شکست بخورد تا جنگ پایان یابد. منابع انرژی ما تامین شده است. اولاف شولز صدر آلمان در سخنانی اعلام کرد که روسیه در حملاتش به اوکراین باید شکست بخورد تا جنگ به پایان برسد. شولز تاکید کرد که منابع انرژی مورد نیاز کشور در فصل زمستان تامین شده است. اظهارات شولز درباره تامین منابع انرژی آلمان چند روز پس از دیدارش با محمد الشیا السودانی نخست وزیر عراق در برلین عنوان شده است. اولاف شولز روز شنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد شیال سودانی نخست وزیر عراق در برلین در جمع خبرنگاران گفت درباره امکان تحویل گاز به آلمان گفتگو و توافق کردیم که با هم در تماس نزدیک باشیم صدر اعظم آلمان به جزئیات بیشتر درباره حجم گازی که آلمان امیدوار است از عراق وارد کند اشاره ای نکرد نخست وزیر عراق در همین کنفرانس اظهار کرد عراق فرصت هایی به شرکت های آلمانی برای سرمایه در استفاده از گاز طبیعی عراق و گاز تولید شده به عنوان محصول جانبی در استخراج نفت پیشنهاد کرده است وی افزود عراق میخواهد گاز را از طریق خط که از ترکیه به اروپا میگذرد عرضه کند از سوی دیگر خبرگزاری رویترز اخیرا در گزارشی در این خصوص نوشت آلمان که سابق بر این درصد از گاز مورد نیازش را از روسیه وارد می کرد. پس از قراردادهایی که برای واردات گاز طبیعی مایع با قطر و آمریکا امضا کرده به دنبال متنوع کردن واردات الینجی خود و اجتناب از وابستگی بالا به چند صادر کننده است. پوتین عملیات ویژه نظامی با هدف پایان جنگ در حال انجام است ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با کهن سربازان روسی گفت از سال 2014 عملیات های جنگی گسترده با استفاده از تسلیحات سنگین توپخانه تانک ها و جنگنده ها متوقف نشده است پوتین در توصیف فعالیت های ده ماه گذشته روسیه در اوکراین توضیح داد همه آنچه ما امروز به عنوان بخشی از عملیات ویژه نظامی انجام می دهیم، تلاشی برای توقف این جنگ است معنی عملیات ما این است حفاظت از مردمی که در این مناطق زندگی می کنند. رئیس جمهور روسیه دلایل تصمیم به خود برگ ارسال نیرو به اوکراین در روز 24 فوریه را لزوم حفظ روس زبان ها غیر نظامی کردن و نازی اوکراین برشمرد.